و اما شماره یک که رایج‌ترین اشتباه در انجام لات آرت هست. بریم 5 اشتباه رایج در انجام لات آرت رو به ترتیب اهمیت با هم دیگه مرور کنیم. اشتباه شماره 5، ترکیب بیش از اندازه شیر و قهوه با هم دیگه توی مرحله زیرسازی. با انجام این کار بیش از میزان لازم باعث این میشه که شما فضای لازم رو برای اینکه بتونید طرح‌های خودتون رو انجام بدید در اختیار نداشته باشیم. بنابراین زیرسازی رو به میزان لازم انجام بدین تا فضایی که بهش احتیاج دارید رو در اختیار داشته باشید. شماره 4، مناسب نبودن کرم قهوه. این کرم میتونه کم باشه یا زیاد باشه که در صورت کم بودن کرم باعث این میشه که طرح شما کنتراست لازم رو نداشته باشه و در صورت زیاد بودن و یا اصطلاحاً ضخیم بودن اون باعث این میشه که شما نتونید طرح خودتون رو با شیر روی قهوه پیاده بکنید. توجه داشته باشید که این حالت معمولاً در مواقعی پیش میاد که ما از قهوه های روبوستا استفاده بکنیم یا از قهوه هایی استفاده کنیم که دارای رست تیره رنگ هستند. که برای غلبه بر این مشکل راهکار پیشنهادی به شما اینه که قهوه‌تون رو از ظرفی به ظرف دیگه منتقل بکنید تا این کرم مقداری روون بشه. البته این کار رو باید خیلی آروم انجام بدین تا حباب روی سطح قهوه شما رو نگیره. اشتباه شماره 3، همونطوری که توی این تصویر دارید میبینید فوم پس از مدت زمان شاید خیلی کوتاه شروع میکنه به فاصله گرفتن از مایع اصلی ما که این به خاطر تفاوت در چگالی این دوتا ماده با همدیگه هست که باعث دوفاز شدن کامل مایع ما میشه. این دوفاز شدن مایع ما باعث این میشه که ما وقتی میخوایم آرتمون رو انجام بدیم اول مایع شروع کنه به اومدن و بعد از اون ما در نهایت کار فوم رو خواهیم داشت. برای حل این مشکل شما باید فاصله آرت زدن و فوم گرفتن از شیرتون رو بسیار بسیار کوتاه بکنید، یا کار دیگه ای که میتونید انجام بدید اینه که شیر رو داخل پیچر به خوبی بگردونید و هم بزنید تا مانع این بشین که شیر و فوم از همدیگه فاصله شون زیاد بشه. شماره 2، این حالت برای طرح‌های موجدار هست. توجه داشته باشید برای داشتن موج‌های زیبا تکون دادن پیچر در دستمون به حالت بیجان یا اینکه اون رو شبیه به این حالت تکون بدیم هیچ کدوم باعث داشتن طرحی زیبا نمیشه و برای داشتن یک طرح موجدار مناسب باید تلاش کنیم ریزش آب رو به این حالت انجام بدیم. تمرین با آب خیلی میتونه در حل این مشکل به ما کمک بکنه. و اما شماره 1 که رایج ترین اشتباه هست، خم نکردن فنجان به میزان لازمه. یکی از مواردی که من بسیار دیدم اینه که افراد علی‌رغم انجام بسیاری از موارد نمیتونن لکه اندازی مناسب رو برای لات آرت داشته باشن. به جرات میتونم بگم که کج نبودن فنجون به میزان لازم عامل اصلی این مشکل هست. در حالتی که شیر در شیب مناسب داخل فنجون ریخته نشه، لکه اندازی خیلی ضعیف و در اغلب موارد بسیار بیکیفیت خواهد بود. اما همونطور که توی تصویر میبینید در زاویه مطلوب روندگی شیر فومدار روی قهوه بسیار راحت خواهد. ارادت خدا نگهدار. Thank you.